سلام آقا بهمن. بله. منو فروخانم فرستادن. کدوم فروخانم؟ همون فروخانم که نمیتونم بالا کمونم، دختر خاله، دختر عمو، فامیلتونن. آها خب. خواستم از امروز مشغول بشم. دیروزم اومدم تشریف نداشته. فروخانم گفته بود شما میری بیرون. من یادم نبود. الانم اگه میخوام بخوامین ایراد نداره. من 20 سال قرار شد هفته دو سه روز بیام برای کار. من خدمت کار لازم ندارم. آقا من که سر خود نیومدم. فروخانم منو فرستادن. شما کسی به فروخانم بزن. من که منتر شما نیستم. خودتون بهش زنگ بزنید. فروخانم آقا فروخانم به من گفت شما فرستادم. از خارج کارگر نمیخوام. تنها این دستنها میخواین کارای خونه رو بکنین. یه نفر من... لازم دارین کارای خونه رو بکنین. آقا من برای خانم اسماعیلی کار میکردم. خانم اسماعیلی همسایه فروخانم. خب برید خانم اسماعیلی. هفت سال من برای خانم اسماعیلی کار. صداتو بیار پایین. صداتو بیار پایین. من هفت هشت سال برای خانم اسماعیلی کار کردم. اشتباه فرستادن شما رو اینجا. من خانم از اینجا منو میشناسن. اونا که رفته آقا سلام فروغ جان، امروز رسیدم. آخه لازم نبود واقعا تنهایی. الو الو فروغ، یه دقیقه گوشی رو نگردون. آره اومد کلی دل بیداد کرد. راستش خیلی پر رو بود. من بیشتر به این مرد فکر کرده بودم که بتونه ایستر جا به جا کنه. آخه من اونجوری غذاخور که نیستم. آقا سلام، من بهمنم. اشتودگاد منزل سیاوش هم دیگره دیدیم. بله هر وقت که شما بگین. کجا میری تو؟ سلام آقا، من سر خود نیومدم. فروخانم زنگ زد گفت برگردم. آقا بزنی من میارم. آقا تو خدا اگه راضی نیستین مجبوری نباشه یه وقت. من که گفتم این خدمتکار مرد نیست. آقا کارگر مرد به درد کار ساختمونی میخوره. رخشوری زرشوری آشپزی که بلد نیست، مخصوصا آشپزی. بعدم من یه مدت امتحانی کار میکنم. اگه راضی بودین میمونم. پشیمون نمیشین؟
آ کفش بیا اینجا کلی خورده شیشه است. دمپایی کجاست پام کنم؟ چه خبره؟ خوب شد اومدم. آقا از این نون گلابی ها نخریم، من خودم صبح به صبح هر روز که میام از سر کوچه براتون سنگک میخرم. آقا این لباس کارمو کجا عوض کنم؟ بپا اونجا موش داره. کجا؟ میگم اونجا موش داره. تو چرا سم نمیگیزی؟ آقا میخواییم برم مرگ موش بخرم؟ میخوام زنده بگیرم موش. آخه واسه چی؟ میخوام زنده بسونم موش. ای بابا چقدر ظلمات اینجا. آقا این آقای یدالله همسه همون تو کار سمپاشیه، اگه میخواییم بگم یه دور بیا سمپاشی کنه هرچی موش رو سون. چی شد؟ نرد اینجا. چی؟ اینجیر خودت دیدیش؟ آره آره رفت اینجیر. خیلی خوب پس این ورشو بگیر. بگیم آقا نجس تو رو خدا یه وقت برای تو رفت بفتم. بکشیم بعد حرف نزن. آقا اونو 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 چی شد آقا؟ گرفتینش آقا؟ یه تکه مقوا برده بیا. از کجا؟ یه تکه مقوا با چسب موش از باش بسمونه. بله با کی کار داشتی؟ بله بله آقا با شما کار دارم. کی؟ نمیدونم یه آقایی. واسه چی بازش کردیم؟ خب گفت با شما کار دارم. هیچ وقت تهران اینقدر بارون نیومده، اونم این موقع سال. هوا گرمه، دم میکنه، نفس آدم بالا نمیره. آقا شما امروز باید یه کاغذ واسه من بنویسین چی باید بخورین، چی نباید بخورین، چی دوست داری؟ اون وقت صبحونه کی باید آماده باشه، نهار کی؟ من شما براتون میپزم، میذارم بعد میرم، خیالتون راحت. آقا اگه قرصی شربت یه چیزی میخوام. این همه لازمه؟ لازمه. آقا اون انباری کلی کار داره، نمیشه یکی از این اتاقا رو بدی؟ نه سختت میتونی بدی. نه سختم نیست، درستانه که نمیتونم اون همه احساس جمع و جور کنم. خودت میدونی همینی که هست، ماشه نیستی قبول شد. خواهد بشوری بیان باشم، خاک روشون میشه از آقا میخوام ردشون کنم برم. من ما سالم تحویل دادیم برو به ما رفت برم و خدمت تحویلش میدن شد بلیم رضا یه بچه از شون میزن.
بسیار جا ببین این دوستا که تو گفتی چک آقا اینا بعضی هاشون قیمتی هنو بلکه همه عتیقه کلا زده تو ندارم اگه میخواییم بپوشیم من خودم یه نفر آشنا دارم سرد به کار خواهد باشه این جفته؟ نمیدونم هرچی کس همونه دیگه آخه ترک داره اینجوری کسی نمیخردش بذار اونا جمعش کن بیش اینجا آتاناشون جدا کن آقا رفتون خرابه ببخشین این مبلا خرابه به درد ما نمیخوره هر کدوم میخوای بردم این چیمونه رو ببین لبه نمیشته باشه چی کار داری میکنی؟ میخوای خودتو رو کشتن بدی؟ نمیدونم چی شد یه ها وایستاد نگاه کنین آقا همه جا رو گرفته یه هزار سواب پیدا میکنه بیم این وقت کاری نکردم که آقا میخوام درستش کنم گفتم چه در تو شاخش باشی آقا بذار من خودم درستش میکنم بابا من درستش میکنم آقا اینا رو کی گفت بندازین تو؟ تو انباری بود گفتم بشورمش میکنم این میگم نمیخواد نمیخواد باز کار خودتو میکنم خبر رو بکن کارتون زنگ هم مثل همجا دید دید تا دید بگو مغازه جا نداریم آقای چهار تا سوکولی داره یه چه مشکاب هم داره بریم نبرم برشون داره لیوان ها اونها جدا کن بچه ها کارتون میکنم جدا بزنم بیرم همه فردا بر ندارم بیارم نشان شیشه ها بودی ها کنم همه جدا کنم همه همجا دید درده نهارم آقا اگه کمرتون چاییده باید با یه کمربندی شالی اون کیسه رو محکم کنین میخواین من بیام ببندم؟ خودم میبندم بابا این موقع باها چیه؟ بس موشه دست نزم آقا یه زنگ بزنم موبایلم باتریش رفت بزن چرا گوشی رو نمیداری؟ آره خب چی شد؟ رفتی؟ نه بابا خوالا همون به درف بزن همون ساعت چنده؟ یه ساعت دیگه میرسی؟ آقا بعد سه ماه آقا رفتم کوچه پایینی برگه به خودت خواهر برادرتون هست؟ مداری که برادرشون میرسه رفته سفارت رسمی بشه از کار پری راضی هستی؟ کارش خوبه میدونم فقط خیلی حرف میزنه اگه یه موقع اذیتت کرد حتما بهم خبر بده طفلکی شوهرش خیلی وقت مرده دوست ندارم چیزی بگم برگه به کلت خواهده کنم که اومده است سه بار تو روزنامه کسب و انتشار آگهی میشه کسی ادعا نکنه اگه مدعی نداشت حکم انصار به رصد صادر میشه آقا تکلیف ما رو روشن کنید ما بریم برادر طبق اصل مدرک ماشین من دزدیده شده اینجا به نام خورده سند دارم آقا محترم شروع نکن طبق اصل مدرکی بوده سند صادر شده شما رو چه حسابی مشکل هم داریم مراجع قانونی مراجعه کنید ماشین من سند دارم عزیزم بفرمایید من میتونم پاسخگو باشم شما اینجا چه کاری اینجا عزیز من اصل رو خودتون حفظ بکنید به ما ربطی نداره مدرک من برم خونه ما نمیای محمود میگه حتما حوصله‌اش سر میره میام کی عصر جمعه خوبه میخوام برم از زمین سر بزنم خانم اسماعیلی؟ بله بله تشبیه رو بردم اینجا رو زمین فرمان سب و سند برابر جناب بهمن سپهری؟ بله آقا
زودتر از هفته اول دسامبر نمیتونه بیاد اینجا، یا یعنی اینکه بمونه با هنو و کریم از استانبول بیان. من گفتم بذار با بابا صحبت کنم ببینم تاریخ بلیتش کیه. فعلا که منتظرم، یعنی دو ماهی کار داره، اینطورم که فکر کردم نبود. نمیخوام کاری بمونه که مجبور شم دوباره برگردم. یان خونه هست؟ اینجا بارونیه، هر ما خورده نذاشتم بره کیندرگارتن. اینجا بیشتر روزا بارونیه. زن خوی نفتت پروبلم، این شب آف دشتی نگشته. اشپیلش کن دورت آف دورسس فیل والده کرانک بیز Was hast du geträumt? Der Mann von Nachbar hat mein Bein gebissen. Da sind mir Krankenhaus gegangen. Dann sind 1000 Hunde gekommen. Mami, sartar şuradan. Nihayet مصطفی میگفت یارو میخواد وسایلشو بفروشه. آره یه سن میخواست بیاد وسایلو ببینه. او که پول نداره. نه بابا واسه خودش نمیخواد که. یه نفر پیدا کرده از این عتیق بازار، قرار اون واسطه شه ارزون تر بخره. اون وسط یه چیزی هم گیر مصطفی میاد. بیشتر تو این فکری شد عتیقه یه چیزی قاطی خرت و پرتاش باشه. چیزی به درد بخوری هم داره؟ نمیدونم. بیا بشمارش. باش خیالم راحت. تو قصدی که بدم بدهی اساس صاف باید خوبه. آره خوب. این دوته ما هم که بگذره میره. اونجا نمیتونی بمونی. اسمش آشپزخونه هست. ازش بیگاریه. نه ازش پولش که خوبه. صبح تا شب با یه مشاهده هم زبان نفهم طرفی. هواش هم او داغونه. به ماه نمیکشه بر میگرده. مامانت خوبه؟ خوبه. یه چیزایی براش خریدم. میگن یکی از طرفای شابدالعظیم مرده رو زنده میکنه. مرخص شد خودم میام میبرمش. کاری نداری؟ نه. حواست باشه با خودش ببردش جانم. خدا حافظ. فروشنده بود خبرم کن. ازش خوب میخرم. باشه میگم. دست دست اینا دیوونه میشن. حسین آقا اینا نایمدن؟ نمیدونم والا. تلی تلی چی میگی؟ تموم شده. یه مقدار در کن بده سمجاب سری بیاره. باش باش باش. سامانه رو نگیدیم؟ توران یه چند تا زنگی زرفا رو شدسکی بده. ول کن این زلیل مرده رو. پاشو ببینم بابا چه فهمه کشتم که. بابا خودت کنی رشنگی. من مگه قرار نشد سیامونو در بیاری؟ تو چه اول بزرگتر آبد چه قرار نیست هر غلطی خاصی بکنی که. همین جاها شروع میشه بعضن هزار تا قرافه دیگه در میاره. نمیشناسیش و هیچ که حریفش نمیشه. با این از اونجا بر به منو نگاه کن. برو کمک کن. نگفتم دم به دم این دختره نده؟ اینا چی آوردین اینجا؟ نمیدونم بابا گفت اینا رو بیاره اونجا پنگ کنم تیکه تیکه شد.
حاجی روح مرحومه پاک تحت از صلوات با این رو حرف زدی؟ خب اصلا آنه گفتی بهش خوب میخره؟ این که مصطفی براش کار میکنه کله گنده است، جنس هم خوب میشناسه. اگه اسباب اساسیاش درست حسابی باشه فکر کنم پول خوبی بهش بده. خدا گفتم یه جوری هم گفتم حرف توش نباشه، یعنی انگار داری با دیوار حرف میزنی. اگه خودش هم یکی بود ازش بپرس چجوری میشه رفت اون بر پسر نداره زنش بشی؟ این نزده میرخصه ها، فردا از رو سر من پایین نمیاد. پولت سر وقت میده؟ آره من خونهش مثل زندانه مثل شروع کنم. سمان کجا؟ بشین ببینم. مصطفی یکی اینو بگیره، دوباره اومده بزنتش. اون مرسی که این قوطه دیدنش که افاره داره کجا هست؟ آشقال اومده بگه باره رو بزن با دست دست دارم بابایی رو برداره. اونم جاله زنه بچه هم واقعه اون بابایی ریقود چیه؟ من که میدونم چیه؟ درو خلاص نمی کنم. آقا مصطفی یه چیزی میگی بابا دلم کن. تو کی بیچاره را از خونه بیرون کردی؟ دیگه چی از جونش میخوای؟ من بیرونش کردم، من انداختمش بیرون. بابا بکن، من دارم تو یه متر جا زندگی میکنم، اینو میذاشتم رو سرم. این اگه ریگی تو کفشش نیست چرا دوزده که اومد شناستم از شما؟ بابا شناستم این منه، پیش تو چی کار میکنه؟ کار پیدا کردم شهرستان، میخوام برم اونجا دارم. آره ببین بابا تو اگه کار کن بودی همینجا کار میکردی. مگه من چی کار کردم؟ خلاف شهر کردم، گناه کردم. من که میدونم چته، تا همین دو ماه پیش خرج تو اون زن بی چشم رو تو من میدارم. تو بری خرج سر بچه منو میدی؟ من میدونم تو خرج سر بچه منو میدی؟ من شما تو کنه دارم به اون من تو چه بکنه اگه مرد بیان تو چرا مرد به حساب بزنه؟ بابا سر من بده تو چی میگی؟ دست میگی؟ دست میگی؟ پتو هوله بیار برای ببین پارچش خیلی قشنگه، داروه ولی پیرنی ازش در نمیاد، کم داره. چرا دیگه راحتی تو رو صاف کم داره، با یه پارچه دیگه قاطیش کنی خیلی خوب میشه. خب مثلا چرا من میده با یه چیز دیگه خوب قاطیش کن. خب مثلا چرا مثلا یه قهوه یه قهوه سو من میت بیاد بیام. آره پری قهوه خیلی بهش میاد. آخه اینجا فقط مال من نیست، خواهر برادرم سن داره. دو تا کوچه پایین تر شما یه خونه دیدیم عین مال خودتون، قیمتش هم خوبه ولی خب متراژش به درد نمیاد. میدونم اگه به عهده خودم بود مشکلی نداشتم، من جوونا رو من بعد ببینید این خونه چیز گلزنکی داره که یه ذره متراژ اینترنت اینجوری گورگیراش خوبه. شما فکر میکنید که خیلی در واقع اینترنتش کمه بلکه رو قیمتی باشه، ولی واقعا اینجا واسه ما همش هزینه. شما فکر کنید کافیه میاد که بغل تو بسازه، کل نور اینجا کور میشه. بعد الان با توجه به خانواده‌های الان که دو تا بچه بیشتر ندارن، اونجا کلی باید هزینه ریمودل کنیم. باید تفکیک کنیم. من دارم اطراف خونه‌ای که باغ انار داره. یه تیکه زمین هم از که اطراف کرش این خونه ویلاییه که داریم میگیم، میبینیم تو تعبیرنه چون سری از زمینی که تر اتوبان افتاده ها. اگه شما سختیشو بگیرن بچه اونجا آمانش رو در بیادارن. بریم داداش اگه پایین نیاییم معامله جور نمیشه. ما تاییدش همون چیزی که تو بانگو گفته میتونیم ترکیبش کنیم. نه بابا چای بیارم آقا؟ نمیخواد. ببخشید میشه من یکم زودتر برم؟ ای کار تموم شده برو. اون میگه که گفته اطراف تهران اون باید با آقای سلیمی داری ببینیم میشه خودم هنوز نهیدم ببخشید زن خانم کجاست؟ زری خانم پوشیده زری جانا لباس من آزده نشد عزیزم من بهت گفتم دیروز وایستا خودت 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 وایستا
خوبه؟ خوب شده؟ خیلی بسنسی هم خفم نرمیتونم کجا این یقه بسنس؟ میره یه ذره باز کنم حل میشه به چهار کنم باشه دو باشه یه دو تا سانسون اینجا بگیره خود میشه عزیز من خانم این پارچه جنسش سفته من هر کاری کنم هیچ اتفاق نمیفته وایسا بابا چه ساسون خیلی قور میزنی آماده نمیشه لباساتا تا قور بزن درست شد ببین آه خوشگل شد ببین آه شده. نینه درست میکنم بعد این کاری نداره که نینه میکشی درست میشه باشه ببین دختره چی میخواد کی؟ همین دختره که قور میزنه لباسش چی مدله؟ مدلش زره خانم چی شد؟ منتظر درستش نمی‌کنی؟ خانم هزار بار بهتون گفتم بالا تنه رو از بودا برداشتین، پایین تنه رو از رو دیوار برداشتین. خب این مدل با هم چفت نمیشه دیگه عزیز من. خب جانم چی شده؟ شما یه نگاهی بندازید. من نگاه. آخه امروز سرمون خیلی شلوغه. می‌بینی که یه عالم مشتری دارم. آخه خیلی خوبه که. من سعی انگار داشتم با اون خانم حرف می‌زدم. چند دخل رفت؟ عزیزم خوبه من درستش می‌کنم. چی اینو می‌خوای درست کنی؟ چه چیزی که تحویل من دادی؟ خانم آقا دوما داره میاد. صد زنگ زد گفت نمیاد بابت پول اتاق با من حساب داره علی سری بیا بعد بیای پرده ها رو جابجا کن. دیر اومدی. سلام آقا ببخشید از مترو جا موندم. همه اسبابو میبرن. اینا همه رو جابجا کن بذارن. پول خوب دادن. من با آقا مصطفی همسایه‌مون حرف زدم گفت اسباب اساسی شما قیمتش بالاست. یه وقت بزخری نکنه. ببین. حالا خوبه بارون نمیاد. چهار تا شکستنی اونجاست کارتون. الو. حواست باشه. این آقای جعفری کجا رفت؟ ماشینشو برو تعمیرگاه برمی‌گرد. علی بابا کمکت رو ببینم. برو سر. علی می‌خوای جو کار کنی؟ خاصو وقت تموم نمی‌شه.
خب آقا الو الو گوش آقا با شما کار دارن داره خارجی حرف میزن مونگر باید بذاریم الو قبول کنم قبول کنم نرد شد بیا کتابا رو باید دست بگیر آقا مجید بیا دیگه تو سر بلد کشم بیا اینجا ببینم آقا این شخص به کومه بله نه ما سفارش ندادیم نه بازن من خواستم پول از جا برداشت بله آقا بله بیاریم بالا بیاریم بیاریم هستی تا من برگردم آره آقا دیر میان بیرم دادگاه وقت کارم تموم شد دارم قضا میارن نمیخوری؟ خواستی بری در قفل رو کلیدم بذار پشت محافظ چی؟ لیست رو چک کنین اگه مشکلی چیزی داری زیر شماره هست بگم لباست خونیه؟ خوندماغ شدی؟ نه کهنه هست خب کار نداری؟ نه چایی نمیخوری؟ نه دست دارم دست دخترم درد نکنه بابات نیست؟ نه رفته پیش احمد آقا؟ نه امشب میام؟ نمیدونم اومدی عیدت؟ باش برو باش یه هفته بیشتر گذاشته رفته من میزم بر نگشته معلوم نیست کجا نفه هم بیاد با من طرفه شما هم دیگه این برا افتادی نشو بفرما حالش خوش نیست نگرانشی؟ من واسه خاطر بابات نیومدم اینجا هر کاری بکنی بازم میام این حرفا گفتنی نیست ولی به خدا نذر کردم اگه نیره حالش خوب نگران مادر من بودی پا تو زندگیش نمیذاشتی به خدا میخوام ببرمش بیمارستان هر چقدرم پولش بشه خودم بفرم. میدم بیاده
سما سمانه برو اون وقت من بخوابم دی چیه چرا اینجوری میکنی؟ بکن چرا اینجوری میکنی؟ برو اون وقت خوابم میخوام بخوابم. چرا بد کردی؟ نمک زیاد خورده باش که اصلا شام نخورده نکن موتو رنگ نمی کنی رنگ به چه کارم یاد اصلا کی منو نگاه میکنه؟ شرابی بد برون برمیدم برون برم برون برم میخوام بخوابم. یه نخه بوده پیداش کردی؟ آب شده رفته تو زمین. شمارش بده فرد بهش زنگ میزنم. نمیخواد جواب نمیده. خودم یه کاریش میکنم. بالاخره خونه که میاد فردا میرم کرج. چاید رفته باشه انبار احمد آقا یا مونده باشه گافداری. در دست شما کاری بر نمیاد. پیش هر کی هم بخوای بری به گوش عباس میرسه. به سمانه که نگفتی؟ نه بابا نه. خیلی هواییش کردی. بهش گفتی یارو میخواد ببرتت خارج؟ من گفتم. میگه گفتی میخوای اونم با خودت ببری. میدونه از خودش در میاره. تقصیر تلیه هست که گذاشته این همه به عادت کنه. فکر رفتن از کلش بیرون کن. این بچه قاسیم کرده. دست خودم نیست. یه دفعه جوش میارم یه طوری میشه که نباید. این بچه خونموندنی نیست. باید زودتر شوهر کنه بره. من که تا آخر ما میرم. چقدر قاسیممو حرف من اصلا این نیست. شما حق داری. تا اینجا هم خیلی آقایی کردی. ولی اگه خیال میکنی من دارم سمانه را از راه بدر میکنم به خدا. من اینو گفتم. حالا من چی کار کنم آقا؟ چه میدونم؟ من باید بگم چی کار کنی؟ من چاره ای نداشتم جا شما هیچکی به فکرم نرسید. همین که نمیندازم بیرون برو خدا رو شکر کن یه روده راست تو شکمش کدومتون نیست. من کف دستم بو کرده بودم که شما شوهر صیغه ای داری. من چیکار باید میکردم؟ میرفتم همه جا جار میزدم اینو. اون روز که اومدیم اینجا گفتی من بدبختم بیچارم ندارم ساختمونو گذاشتی روی سر خودت که این حرفا نبود. بود کیفم کجاست؟ من دست نزدم. شاید تو اتاق کنار تختتون باشه. بیخود نبود تا تلفن زنگ میزد زود در میرفتی. فکر کردی من احمقم خانم؟ نه به خدا. گریه نکن گریه نکن جلو من گریه نکن. آقا تو رو خدا من تو معلمون یه نفر رو میشناختم. خواستم برم پیشش. ترسیدم پسرم با خبر شه بقیه جام پول زیاد میگیرم. بهانه جدیده؟ نه به خدا. میخوای منو سرکیسه کنی؟ خودش کجاست؟ خیلی زن بچهشم بل کرده رفته گروه بگوش. حواست هست بینیم ساعت چقدر قصه سر هم کردی؟ اومدم اما اومدم. گفتم که دکتر سی تی اسکن تو دفترچه شما نمی نویسن عزیزم. اما من دیروز تماس گرفتم شما گفتین مشکل نداره. ببینم دفترشتون اعتبار داره؟ اعتبارش کم. اگه دکتر بنویسه ممنون میشم. سلام. 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 چند سالته؟ 54. ببین حاملگی رو من خیلی بعید میدونم ولی کبدت مشکوکه متوجهی؟ برای هر دوش باید آزمایش بنویسی.
من هیچ وقت اینجوری نبودم. من گور میگیرم، سنگینم. سر بچه دومم هم همینطوری بودم، ولی خب بچه‌م زیاد نمون. خب ببین، گفتم امکانش خیلی کمه. سنگینی هم که احساس میکنی بیشتر مال کار زیاد و قضاته. خانم یه چیز شیرین لطفا ببرید برای شما. من میگم محاله، ولی با این حال برای اینکه احساس راحتی بکنه برایش یه آزمایش می‌نویسیم. راستی بهمن جان، ماشین رو تونستی درست بکنی؟ هنوز نه، خیلی کار داره. درست میشه. گربه ها بارون که میاد بیرون با نمیسن، میان تو. وضع سینه‌تون هم خیلی خوب نیست. سیگار زیاد میکشی؟ نه. کمش. اینجا موش داره؟ با این همه گربه خیلی باید جیگر داشته باشه. این نسخه رو همین الان میبرین آزمایشگاه. وا میسیم تا جوابش رو بگیر. پیام حسنی، حمید پاکی، مهناز آبادی، صندوق جواب. مشت کنید دستتون. هنو سما کجایی؟ کجا؟ آره همونو بگیر بیا جلو بغل گل فروشی. هر کی به پرسی نشونت میده. پلاکش ببخشید خانم، پلاک اینجا چنده؟ 209. آره آره خودشی. بیا دم در واسه تو من بگم. آقا ببخشید، آقا من یه کار فوری دارم، باید برم. چقدر شد؟ من حساب میکنم. نه من خودم پول دارم، شما بگین چقدر شد. بشین اونجا، من خودم میام میرسم. اومدن دنبالم، من خودم میرم. شرمنده، دستتون درد نکنه. خانم حسنلو. نوبت من خانم حسنلو. خانم حسنلو. چند سال ساخته؟ نمیدونم، فکر کنم 40-50 سال باشه. شما باید یه وقتی میومدین که آقا اینجا باشن. قدیمی تر نیست؟ شما زنگ زده بودیم به آقا؟ ما دیگه گنگا بودیم، زنگ زدیم نبودیم. دورگیرش هم خوبه. آره ولی وسیلهاش خیلی زیاده، خفه شده. آقا اینطوری دوست دارم. اتاقا رو ببینم. تای راه رو. اینجا انباریه؟ اون اتاق منه. با چقدر کوچیکه. پنجره قفله یا گیر داره؟ Yeah.
پریروز رسید. قاضی گفت مشکل خاصی نداره. منم مدارک خودم و تو و بهنوش و هر چی که بود دادم بهش. نه دیگه کاری نیست، فقط باید منتظر بشین. حالا نمیدونم میشه از اینجا برات واریز کنم یا خودم برات بیارم. از فروغ میپرسم. اوناری که خودم همیشه بهشون میدادم. پول آب و برق و تلفن و اینجور چیزا. فقط یه بار سقف پشت بوم تعمیر شده با خرج موتورخونه. میدونم. یه حقوق بازنشستگی داشت با ایماش سند. یه لحظه گوشی. کارم داری؟ یه خورده مربا و میوست مال واقع همسایم. خب بذار اونجا دارم حرف میزنم. میشه آقا امروز یه خورده زودتر برم؟ اگه کار تموم شده برو. زمینارم تازه، من خودم قرار شده با آقای سلیم برم ببینم. این ماشین بد جوری صدا میکنه، نظرت بود؟ نه بابا نگران نباش. حال برو. یک یکش جا نمیره. نوکی چرخ راستش خورد کرده، باید با دو برم. ما رو به کشتر نده، اینجا کسی هم نیست به دادمون برسه. نگران نباش بهمن جا. دست در احسان چند وقت پیش اومد کلی از عکس ها رو برد اسکن کنه. کلی هم من عکس پیدا کردم از توچال و خونه بهنوش. فیلماش هم هست. سالهاست میخوام بدم از روش تبدیل بکنم. هی پشت گوش میدوزم. از ملی هم هست؟ آره. پارک جنگلی یادته؟ با ماشین علا رفتیم. مهری هم اونجا بود، خدا بیامرز. هم خونه فریباینا. لیلی کوچولو بود. میدونی چرا یادم مونده؟ به خاطر اینکه یه روز با مهری رفته این کوچه بلند یه لباس خریدیم، صورتی، یه مدل، یه فرم. این بطری نگه داری زاده تو باشی. نمیشنوی یعنی؟ نمیخواد بشنوی. حالا کدوم بری برم؟ آدرست بود. این آدرست تو تابلوی چیزی نداره اینجا که بفرم کشی بشی بهم انجام به راست بریم. بلدی؟ نه حسی میگم. راست یعنی با مغز میریم تو در را. عجیب آدم این همه سال یه همچین زمینی داشته باشه، توش یه درخت هم نخوره. یاسین این از بارون گره چند قطعه بیشتر نیست بارون میشه. من میدونم امشا با اینجا بیشتر. بادم بیفون بادم بیفون بادم بیفون بادم بیفون بادم بیفون میرم بیرون. خواستی بری خرید زود برگرد. از سیمیان بقیه کتابا رو ببرم. بله چشم. آقا من که دست کلید ندارم، میمونم تا بیا. یدکی ساختم گذاشتم کنار تلفن.
واسه چی اومده اینجا؟ اومدم دیگه. برو برو خونه. برو خونه میگن نمیشه. نمیشه بیای تو. خب بابا بیا من وایسادم از صبح. مگه تو نباید مدرسه باشی؟ الان مگه تو نباید مدرسه باشی؟ نداریم برم تو خیابون. برو میگم برو. خب بس حالا بیا تو رو ببینه ناراحت میشه. ای بابا میگم برو دختر. دوست نداری کسی بیاد اینجا. دوست نداری میگم برو. بهت پول میدم رو پس بده. بخورم مگه نگفتم سر وقت وسایل نرو. این همه کفش خوشگل اینجا چی گفت اینا دست بزنش در بیار داده به تو یار اینا رو چرا اینجا گذاشتی با خوردمشون مگه هولی بازی در میاری برو کنار اینا رو بزنم اینجا همینو میدم بابات عجب فوزونی ها لباساشو جویدن موش خورده اینجا که موشه مال سنشه دست نمازن به اینا حساسه دیگه داری کلافم میکنی ها مال کفش میشه کشیدم برو بخور اینا رو واسه چی نگردش؟ خب میداد بابا بده من میگم برو ای بابا پری پری اینو ببین برو ذلیل مردی من اینجا تو بودم اینجور خودم میچسبونم به این یارو که چی بشه؟ ببینم اسمت که بریم اون بر گنده تر از زنده در میزه مزخرف نگو غذا تو بخور دروغ میگم مگه هماس بخور پری خانم جون تو که تش بخواه منو ول کنی بری من یارو برو بلنده میخوایی یه ذره کتا کنم؟ نه لازم نیست ابروهات کنم بوده این نامرکبه اگه یه ذره کتا کنی فکر کنم بهتر بچم مرکبه بچم مرکبه یه دقیقه بشین الان مرکبه بشین بله خواب بودی؟ بله شام خوردی؟ بله یه لقمه از این بخور نمیخوام بخور سیرم مزهش خوبه کاری داشتین؟ چی شده؟ چی شده آقا؟
یه امشب که سر صدا نداشتین یه لقمه نذاشتین من غذا بخورم. من بی تقصیرم، خونه کلنگیه، من خودم هم نمیدونم از کجا میریزه. کجا؟ نمیدونی از کجا میریزه؟ اینجا. اینجا. اینجا چکه میکنه، سخت میاد رو سر من. صاحبکار بیاد ما از اون اجازه میدیم. آقا امشب رو بگذرم، فرداست رو به اول وقت ریدی بهش میکنم. چی میخواد؟ استانبولیشه الان اینا رو دست میزنه برای ساکر رو به ما گیر میده. استانبولی نیستش که قول بهتون میگم. شیشه این بیل فردا صبح من خودم براتون درست میکنم. برای شما نیستش که آخه اینا اشتباهی برای اینا مسئولیت داره آخه. امشب نمیشه من فردا صبح بیا پایین برای شما قول بدم. امشب بعد تمومش بکنید تا صبح. اینجا رو امضا کنم. اینجا نه اینجا. بنویس اصل باش دریا باشه. زحمت میشه برای اتون. برای اتون باشه. بشه خدمتون باشه. بشه بشه. بزرشم از درم کنم. پشت خدمت. کی؟ پشت خدمت میکنم با شما صحبت. خیلی باشه. بله. آقا من بهشون گفتم. درخواستشون نقص داره. باید اسامی برسه کامل قید بشه. سلام. ببخشید مزاحمتون شدم. پری خانم هستن؟ نه خیر. رفتن؟ میخواستم زودتر بیام. قبلا هفته یه بار یه نفر میومد راپلا رو تمیز میکرد، پارکینگ و دستمال میکشید و از این کارا. مونتا دیگه نمیتونه بیاد. آبدارچی مخابرات بوده، منتقلش کردن کرج. الان که میبینید اینجا چه وضعیته، گفتن تا هفته دیگه درست میشه. خواستم بگم اگه اجازه بدین پری خانم بیاد بجاش. پولش هم به دردش میخوره. فعلا که رفت. ببخشید کی میاد؟ پیدا شد بهش میگم. بهش بگین سه شنبه تا پنج شنبه من چهار به بعد اینجا. خدا حافظ. راستی قبضای تلفن و برقتون هم دست منه، میارم براتون. جمعه عصر بیام پیش خیره؟ نه نه بابا اون که تموم شد، یه ذره خورده کاری دارم. آره حالا پنج شنبه یا جمعه صبح؟ جمعه صبح. سعید! نه واسه چی میخوشی؟ اینجا آزار داری؟ بلاش میمونم بگم کن! کجا داری میری؟ میخوام دلیه میرم شناسنامه بدم شرکت. میخوام Thank you.
آقا جعفری چارپای ها لقه اونایی که به درد میخوره رو بگیر برو کار موضوع اشکیش پاشتا نمونه بیا بیرونه اینا ها گذاشته اینجا اینا هم برده برد این قاب و شبکه هم بسته‌بندی کنیم ببرینا آقا میز و تخت و مبلمان و کتابا رو نوشتن قیمتاش هم هست باقی لیستن که کامله دیگه کوریزا چی؟ کوریزا آقا جعفری گفت پس فردا میایم میبریم باش نشستی هنوز؟ منتظرم بریم سر اصل مطلب اصل مطلب؟ راست میگی دیدم میری سر اصل مطلب چی هست؟ چه پول پریرا نمیدی؟ تو وکیلو هستی شنید؟ جواب منو بده خودش چرا نمیاد؟ سوال منو با سوال جواب نده یه بار بیرون یه بار بیرون پولش بده من براش میبرم حالا مگه چقدر هست؟ خودش بیاد بهش میده بده من براش میبرم چند سالته؟ به تو چه؟ درست حرف بزن زنگ بزن اگه خودش کو بد میرم بری فکر میتونی پولشو بخوری؟ هی سر کارش گوشی وعده وعید دادی میبرم بهت فلانجا مگه من مردم فکر کردی میذارم سر کارش بذاری؟ من گفتم چرا انقدر مزخرف میگی؟ بگیر برو این که کمه راتو بکش برو مگه بیگاریه بیا برو بذار روش ببین درسته که من خیلی وقت اینجا نبودم ولی حالو نیست زیادش کن زیادترم کرد درستش کن اردو برو بیشترم گذاشتم برو من کار دارم کمه بذار روش برو بهت میگم بذار روش وگرنه وگرنه چی خوب شد خوب منم مستو جیغ بزنم بگم میخواستی با هم چه کار کنیم آی نگم کن بگه از تو چیزی کمی هم نخوردم چی شده؟ مامانم فهمی؟ نه بابا نه نفهمی ببین اینجا یه ذره کسیه ولی همه غذاش خوبه آشش هم محرکه است مهمون منی هم پول از کجا بوده؟ زوره رفتی سر رفتی چی باب مصطفا؟ بابام دیگه پولاشو چی به شلوارش نمیذاره چی بگیرم؟ بابا میگم خودم دارم دیگه چرا میست بچه آدم نیمدی خونه؟ باید من چیزی بود رفته بیا اینجا آش میخوری؟ نه گوشتم نیست چرا چشات قرمزه؟ پولتو گرفتم چی؟ رفتم دم خونش باز چی رفتی؟ من خودم علیل بودم تو که نمی رفتی سر خود پاشو دور افتادی که چی؟ بعد رفتم حقتو گرفتم یارو اونجورم که می گفتی نیست خوردشش زیاد داره من فوقش ده دوازده روز طلب داشتم این همه نمیشه رفتم بهش گفتم این زن بدبخت با هزار امید اومده اینجا کار کرده و تو اونجوری انداختیش بیرون گفتم اگه پولی ندی راضی شه میره از چکایت تو غلط کردی گفتی اصلا به تو چه مربوط راستشو بگو چی شد این همه پولو به تو داد مجبور بود سمانه چیزی ازت خواست نه ببین درست جواب بده من خر نیستم چرا با من دعوا داری عوض دست درد نکنته خودتو به اون راه نزن کاری داشت نه خوش ببین کجا آقا درشوی کجاست پایینه بگم خودم این دیگه چی شده؟
رو واسه من گرفتی؟ خودش داد. برای چی؟ حرف بزن سمانه. چه میدونم، من دلش سوخته. تو که گفتی شیشه خورده داره، راستشو بگو. راست میگم. کی رفتی اونجا؟ بعد مدرسه. تو که یه ساعت پیش زنگ زدی خونه، این همه وقت اونجا چیکار میکردی؟ دوش رفتم داشتم باقی از باب اساسی هر میبردن، شلوغ بود سب کردم برم. ببین سمونه، الان یکی میاد اینجا آبروزی میشه، به من بگو چی شد. بابا چی بگم؟ یکی تو بابا خوشش اومده ازم، اذیتت کرد، هر چی بگی پیش خودم. به تو چی مگه نمیخواستی بری؟ رفتم پولتو گرفتم دیگه، بهونه نداشتم. من که کور نیستم. این چیه؟ این چیه؟ به خدا هیچ جنرم، تو فقط به من بگو، تو فقط به من بگو چی شد این همه پول به تو داد، فقط به من بگو. میخواست حتی آدم خوب رو در بیاره، این نصیحت هم میکن. رفت اون اتاقه پول به من بده، من به مالش رفتم. من عصبانی شد، شو سرم داد زد. بابا اصلا وحشی بود، برای حرفای به تو میزد، من پولش دادم. اول چشش باز بود، به هرچی صداش کردم جوابمو نداد. برم هرچی بود برداشتم و بردم، ولی چون نمیفهمم بودم،
بخور بخور از اون دیگه پلو عمر دنیا گیرت نمیاد ها عمره میلی مگه آشپزی رو نمیکنه الان که دم زایمان شد زیاد نه خیلی نمیخواد سر کار باشه شوهرت کمکش میکنه نه فعلا ماموریته این یکی دختره نمیدونم خودش هم نمیخواست بدونه خیلی کار قشنگی کرده بچه نباید تنهایی بزرگ شه من همش به اینا میگم اما اصلا گوش نمیکنه بچه خواهر برادر میخواد باز مامان چشش افتاد به فامیلاش راست میگه تو اون تو دستش نیست آنتو ندرست کنم تو جاده ساعت مره همیشه ساعت 5:30 خونه بود ای بابا مامان جان اونشان رفته خونه دوستاش یه روزم تو بهمن اومد اینجا من باید از دست این بچه بکشم خیلی ناراحتی برم دنبالش نه بابا کجا باشه 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 دست درد نکنه فرد بفرد با سرچه خوردن نکنه یه باش خواب بده به بهمن بده یه سیخ از اون من نه من گوشت یاد نمیخورم چرا؟ نمیخورم نه دارو فرم کنم آقا تا که میمونی آقا برم هنوز که بلیت نگرفتم اگه گیرم میاد هفته دیگه میرم مگه تو خونه رو فروختی؟ نه وکیل میگیرم میخوام پیش لیلی باشم وکیل برای چی؟ مامان هستش دیگه مثل اون دفعه به ایشون وکالت بدیم برای انجام بدیم فروش خونه درد سردار کار کنیم نمیتونه تا اینجا این همه توی پنجشنبه جمعه قرار بذاریم بگم مرتضی هم گوشت بار بذاره و همه دو جمعه جمعه خوبه چه بهتر چند سال شد؟ 7 سال بین فوت عمو بابا 3 سال فوت هست دایی رو آخرین باری که من اومدم 94 بود و مهری اومدم خدا رحمتش کنه قشنگ یادم نزدیک 20 سال میشه آن موقع مدرسه میرفتم مهری چون تفریم باهاشون کوتاه بود منم ای به بابا قول میزدم تو رو قده بذار منم مام کوتاه کنم نوی کدا که به تو نمیاد اون موقع شیمی درمانی میکرد محمود بودو چند وقت پیش خوابشو دیدم تعبیر خواب دندون چیه؟ آدم توی خواب دندون ببینه دندون زیاد خوب نیستش چرا؟ مرگ و میر و مریضیه دوباره این مگه اینکه دندون سفید تو خواب دیده باشه دندون سفید وقت تعبیرش چیه؟ تعبیرش رزق و روزی و کسب و کاره و از ما خوب میشه پولدار میشه خواب دندون خودت دیدی فوق جون؟ نه خواب دندون مهری رو خونم بود تو خواب کلی یادم نیست اصلا اگه خون باشه خوبه خون خود باطل میکنه خیلی هم خیلی بله خانوما چپه بود نه این هنوز اهل صدقه هست میده رفع بلا میشه تو من صدقه هم دادم دیگه بسی هم نمچه این حرف رو زدم زن بشخابش پره بزنیم من باز بشخابش پره بکنم خودشه چیز باده دارم؟ چی شده؟ آه پره داره سالاده ایه قضا تو بکن سلام چه خوشم شد ببخشید گوشیم خاموش شد راحت شدید سلام تو هستین سلام آقا بهمنو سلام ببخشید ندیدم اتون ببخشید بشخواب هست اینجا بشخواب هست ببینم تو خونه بهرام بودی؟ نه تو راه بودن پس بودی یه دیر کردی آقا بذار تصادف شده بود تو جد تصادف؟ بله ببینم خونه رو لباس تو؟ آره یه پرایله رفته بود زیر یه تانکر سو تو خودت دیدی؟ من ندیدم اما دودش خیلی سریع به ما رسید وقتی ما رسیدیم تقریبا همشون سوخته بودن فقط تونستم ماشین عقبی دو نفر رو بیرون بکشیم یکی یه دختره بود که جابجا مرده بود یکی هم یه پسره بود که فکر کنم شوهرش بود داداشش بود اونم پاش از زانو قطع شده بود بدنش هم تقریبا سوخته بود من خودم هم بیرون کشیدمش انقدر خون ریزی داشت یک کچو در بود انداخت روش گفت خودش نبینه بهتر با سگش رو میبسته شاید اینجوری بهتر بود دیگه من واقعا اصلا اونجا جاده بدیه خیلی بعدم فکر کنم موقعش مرده بود بنده خدا باشه بالاخره یکی بعد یه کاری میکرد پاشو بریم پاشو لباس تو در بیار ببرم بشورم شما بشه من بدم کمکش کنم من خودم میرم نه میرم او خوب باید زود پاک میشه جاش میرم دیگه بچه هم از من ترسیده یه خودم از من ترسیده باشه براش دگمت دگمت افتاده
بگیرم شد همین جا افتاده. تو باختی؟ ما باختیم. ما دو تا گروه شما قصد خواب نداریم؟ نخیر 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 بازو داریم بازی میکنیم. بله روشی رو نوبت من بازو داریم. اینه بده من